دستور ممنوعیت کار زنان در اداره های خارجی از سوی حکومت کنونی واکنش های بیشمار ملی و بین المللی را برانگیخت که در تازه تر این مورد هما کننده یا کمک های یا سازمان ملل متحد که قرار است برای گفتگو با مقامهای حکومت کنونی به کابل سفر کند در واپس این اظهارات خود از توقف انتقال هفتگی پول نقد به افغانستان خبر داده و تاکید کرده که اگر ممنوعیت کار زنان لغو نشود کمک های سازمان ملل متوقف می شود بسته های پول نقد که هر هفته از طریق پروازهای سازمان ملل متحد به افغانستان رسال می شد پس از اعلام تصمیم اخیر طالبان مبنی بر منع اشتغال زنان به حالت تعلیق در آمده است. با این حال، این مقام ارشد سازمان ملل متحد ادامه یک بشر بشردوستانه به افغانستان در عدم حضور کارمندان زن را غیر ممکن خوانده است. بدون زنان نمیتوانیم به افرادی که در واقع هدف اولیه کمکوی بشردوستانه اند، خدمات دهیم. بنابراین این موضوع فقط یک بحث حقوقی نیست، بلکه موضوع عملی است. در همین حال شماری از آگاهان اقتصادی میگویند که تعلیق کمک های نقدی منتج به افزایش قیمت ها و کاهش ارز افغانی می شود. صورت کمبود دلار در مارکت های افغانستان ای میتونه که تاثیرات خیلی منفی بالای افزایش قیمت ها داشته باشه و با طرف دوم تقاضا به ارز خارجی در مارکت بیشتر میشه و این سبب ازی میشه که پول افغانی ارزش خود از دست بده در حالی که شما میفهمین بیشتر از نصف از جمعیت افغانستان با گرسنگی دارن دست پنجه نرم میکنن اگه سیاسی و اقتصادی بندیزونش پا افغانستان بندی ویدی نیاز تا والی و سخت افغانستان تعامل به له نړیوالو سره منفي خوا ته ولاړ شي او په ټولو کې افغانستان باندې او سیاسی اعتبار کم گفتنی است که مارتین گریفیت هم هنگ کننده یا کمک های بشر ی سازمان ملل متحد از اجرا شدن دستور سراسری ممنوعیت کار زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. کمک های جهانی بر افغانستان در حال قطع و یا تعلیق می شوند که بر بنیاد گزارش ها چیزی بالاتر از 90 درصد شهروندان کشور گرسنگی حاد را تجربه می کنند و نیاز شدید به کمک های بشردوستانه دارند.